سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تفاوت منار جنبان با منار ساربان و منار چهل دختران چی؟ قبلش ویدیوی چهل دختران رو ببینید و در ادامه همراه ما باشید. منار جنبان به دلیل تکان خوردنش شهرت جهانی داره. این تکان خوردن بدون آسیب دیدن بنا چیزی در حدود 6 قرن ادامه داشته. و به هنگام تکان خوردن زنگوله‌ای که در مناره ها تعبیه شده به صدا در میاد. و در دیواره های بنا یه شکاف های وجود داره که به هنگام تکان خوردن یه فضای لازم رو برای حرکت بنا قرار میده. هر دو مناره کاملا یکسان هستن و 7 متر طول دارن که با احتساب بلندی ایوان دارای 17 متر بلندی هستن. و مناره ها طوری ساخته شده اند که در آن واحد تنها یه نفر میتونه از پله های مارپیچ آن بالا برن. بدنه بیرونی مناره ها آجوری ساده بوده و تنها با کاشی های فیروزه‌ای و سرمه‌ای به شکل ساده با طرح‌های لوزی شکل آراسته شده. و یکی از نکات قابل توجه در این مناره ها جنس سبک مصالح و ارتفاع نسبتاً کوتاه هر یک از مناره هاست. و اما مناره ساربان که در شمال محله جوباره در محله یهودی نشین اصفهان واقع شده و این مناره میتونیم بگیم که از زیباترین مناره های عهد سلجوقی به شمار میآید. و میتوان گفت که انحرافی که در این منار وجود داره بسیار دیدنی و زیباست و دارای تزئینات آجری و کاشیکاری های زیبایی هم هست. و امیدوارم که یه روزی بتونیم به اصفهان سفر کنیم و از نزدیک این بناهای تاریخی رو ببینید و لذت ببرید. اگه که از این ویدیو ما خوشتون اومد لطفا ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره. ممنون، تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.